بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. صاحب یک ضربه آزاد هستن ارسال انجام شد روی دروازه، فرصت توی دروازه، حالا پیکانی ها دروازه حامدلک و ماشین سازی رو باز میکنن. حالا ماشین سازی صاحب یک ضربه آزاد روی دروازه امینی بیرون میاد، دروازه خالیه، توپ تیر دروازه برخورد کرد و گل نشد، راهی چارچوب نشد، یه بار دیگه روی دروازه و حالا توی دروازه. در شرایطی که مهدی امینی هم احساس ناراحتی میکرد، علی محمدی راه میندازه ستاری رو تو محوطه جریمه، یه تک و تصمیم داور، پنالتی گرفت اونجا. یه قدم میتونه دروازبان بیاد جلو، شهریار مغانلو و گرفت و در برگشت گل شد. ضربه اول رو خوب گرفت حامدلک، اما توپ دقیقا افتاد جلوی پای شهریار مغانلو. و خب، با سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. حالا دستور زدن ضربه کورنر صادر شد، ارسال روی دروازه، یه ضربه سر میره که اونجا با یه برگردون کار تموم شه، اما توپ نگرفت به پاش. یه ضربه دیگه توی دروازه، چه گلی و چه اشتباهی میکنه حامدلک. دروازه ماشین سازی برای بار سوم باز شد، 3-1 به سود پیکانی ها. پشت محوطه جریمه فرصت برای ماشین سازی، یه تک و پنالتی. چه فوتبالی رو داریم میبینیم. ببینیم سرنوشت این ضربه پنالتی چه خواهد بود. سامان نریمان جهان، سوت آقای مرجان زاده، میزنه و توی دروازه. حساب کار 3-2 میشه. اجازه زدن کورنر داده شد روی دروازه و این توپ چرا گل نشد؟ یه حرکت قشنگ تو محوطه جریمه، فرصت و این هم گل چهارم. خیلی راحت یه حرکت تمرین شده و پاسی که ارسال شد به جهانه یه دروازه، گل چهارم هم برای پیکان. علی محمدی یه پا دو پا میزنه پشت محوطه، فرصت برای پیکانی ها، این ضربه توی دروازه، گل پنجم هم زده شد. حالا چه فضایی دارن پیکانی ها، میرن برای زدن گل ششم و بله، حالا ماشین سازی ششتایی میشه. پاسی که جالب نبود و حامدلک توپو گرفت. سوت پایان بازی هم اینجا زده شد و پیکان در هفته چهارم موفق شد 6-2 ماشین سازی تبریز رو شکست بده.